دولت استرالیا یک معلومات تازه ای را از کیس ها و پیشبرد ویزا ها معلومات ارائه کرده که به تاریخ 24 جون 2022 نشر شده یعنی حدود 12 12 روز پیش این معلومات نشر شده گفته که از آگست سال 2021 تا 24 جون ما حدود 41506 اپلیکیشن یا بسته درخواست را دریافت کردیم که 41506 بسته درخواستی حدود 187,003 نفر تحت پوشش داره ممکن که بعض اپلیکیشن ها 5 نفر باشه بعض اپلیکیشن ها دو نفر باشه بعض اپلیکیشن ها یک نفر باشه در مجموع از 41500 اپلیکیشنی که درخواستی که داده شده 187000 نفر شامل هست گفته از این مقدار ما 18282 دو دو اپلیکیشن پروسس کردیم و وارد سیستم دولت ساختیم یعنی ام اپلیکیشن هایی که میگیم هزار بوده ما 18000 شف پروسس کردیم ایرا خواندیم باز کردیم پاکتاره و دیدیم که چه کسایی در ای اپلیکیشن ها شامل هست و گفته که ما اکنالجمنت لیتر هم برای زیار روان کردیم اکنالجمنت لیتر دو سه گرامه یک ایمیل است که به شما آمده و گفته که ما امی کیس شما رو بررسی کردیم کیس شما واقعیت داره رابطه فامیلی شما که در استرالیا هست نام مشخصات از او هم موجود هست گزینه ارتباطی از هم موجود هست و یک شماره ارتباطی هم به شما داده که ایمیل ارتباطی در صورت که اگر ارتباطات بیشتری میخواید با همون ایمیل ارتباطی تماس بگیرین ارتباط داشته باشین یعنی گفته که ما 18282 اپلیکیشن اکنالجمنت لیتر یا اه, موافقت نامه را برش روان کردیم که یعنی ما کیس شما را دریافت کردیم و یک کیس واقعی است حالایی که اینا پذیرش دریافت نکنه و داینده تایید میشه یا نمیشه مراحل بعدی است که یکی دریافت کیس شما است کیس شما را تایید کرده مرحله دومی اسناد شما میشه بعد مراحل بعدی که رفت ممکن است که از شما مصاحبه گرفته شود چک اپ صحی با و بایومتریک و ویزای شما صادر شو یعنی چهار پنج مرحله دیگه ممکن است که پیش بره خب تا که او مرحله میرسه زمانگیره هست و ام ام... امیدوار هستم که حتما اجرا شو از این 18000 کیسی که اکنالجمنت لتر دریافت کرده اینا 87402 نفر شامل میشه در مجموع گفته که ما 46 درصد کیس ها پروسس کردیم شامل سیستمی دولتی ساختیم یعنی اونا رو باز کردیم و اینا اکنولجمنت लेटर هم دریافت کرده امیدوارستم که مراحل بعدیش هم پیش بره و معلومات دیگه داده ای داره که این مشخصات که ما فعلا شامل سیستم میکنیم و کار ما فعلا جریان داره تا دا ماه سپتامبر رسیدیم فعلا جولای هست از ماه آگست بعد سپتامبر باز اکتبر نوامبر دسامبر هم ماه بعدی میه چون در ماه های آگست و در ماه های سپتامبر بیشترین درخواست ها بود گفته که فعلا درخواست هایی که ما بررسی میکنیم و وارد سیستم میسازیم در ماه سپتامبر رسیم بینون کسایی که در سپتامبر درخواست داده بود در دا می وقتا شاید جوابشون بیایه و کسایی که بعد از او بود ممکن است که نوبتشون بعدن بیایه خب این یک معلومات از دولت استرالیا لینک بسیار مفید ماده در بخش دسکریپشن ماندیم سر از کلیک کنید معلومات داده شده که چی ویزا ها استرالیا داره فرمایی که شما خانه پوری میکنید چی هست و باید داشته باشین که درخواست استرالیا هیچ وقت متوقف نمیشه از سابق همانو پذیرش داشت فعلا هم پذیرش داره داینده هم پذیرش میداشته باشه تنها از افغانستان نیست بلکه اثر و سر دنیا هست کشورهای ناامن و کسایی که واسه پذیر هست ما انواع ویزا هایش را هم معرفی کردیم لینکش هم در بخش دسکریپشن موجود است شما ببینید که اونجا چه چی چیزهای معلومات برای شما مفید واقع میشد یک بار دیگه خلاصه میگم که دولت استرالیا معلومات تازه را در 24 جون 2022 اعلان کرده و گفته که ما 41506 اپلیکیشن تا حالا دریافت کردیم که 87 هزار نفر شامل میشه و از این مقدار 18282 اپلیکیشن بررسی کردیم شامل سیستم کردیم برای فرستنده هایش ایمیل هم روان کردیم که ما اپلیکیشن شما رو دریافت کردیم این ایمیل آدرس ارتباطی هست و این گزینه ارتباطی شما در استرالیا هست گفته 18 هزار اپلیکیشن ما جواب برشون روان کردیم و کسایی هم که هنوز نوبتش نرسیده نوبت اونا هم میرسه که گفته فعلا ما پروسیسی کیس های مای سپتامبر زیر دست داریم با امید از که نوبت شما هم برسه و کیس های شما قبول شه و در آخر یک بار دیگه میگم که دولت استرالیا گفته که در مجموع ما سی یک هزار مهاجر افغانستانی را میپذیریم که حدود پنج هزارش ویزه های ارتباطی فامیلی می باشه کسایی که فامیلیش در استرالیا هست و دودی 26 هزارش باز ویزاهای بشر میشه که انواع مختلف داره ممکن از همکارایش باشه که اینا ویزای بشر دوستانه را دریافت کنه ممکن کسای آسیب پذیر باشه و کتگوری های مختلف هست که جزیات بیشتر ما قبلا نشر کردیم از آنها مستفید شوید خیر باشید و به سلامت